غذای سوباسا و کاکرو در ایران. امروز قراره برای اولین بار غذای ژاپنی که سوباسا و کاکرو توی کارتونشون می‌خوردن و توی دنیای واقعی با کمک مادرم درست کنیم. و در آخر به این دو غذای عجیب نمره بدیم و ببینیم واقعا کدوم غذا خوشمزه‌تره. اما به همین راحتی هم نبود، چون هیچ اطلاعاتی توی گوگل از غذای کاکرو و سوباسا وجود نداشت. پس به 3 تا از تراشپزای ژاپنی توی اینستاگرام پیام دادم تا غذای کاکرو و سوباسا رو پیدا کنن. اکثریتشون جواب ندادن و داشتم ناامید می‌شدم تا اینکه خب سرآشپز ژاپنی به اسم چف یوزوک دستور پخت غذای سوباسا و کاکرو رو بهمون داد. غذای سوباسا چیزی که نیاز داره شنیسل مرغ، یه مقداری برنج، چند تا سیب زمینی و پیاز و یه دونه هویج واسه سسش. ما اینجا از مادر کمک می‌گیریم واسه درست کردن غذای سوباسا و کاکرو. غذای سوباسا اسمش کتلت یوریه، اسمش کتلت تور داره ولی نمی‌دونم چرا شنیسل داره توش استفاده میشه. عجیب. حالا شروع شد در مرحله درست کردن سس سوباسا هستیم. الان شما دارید چیکار می‌کنید؟ یه توضیح به ما بده. خب با سلام، خسته نباشید. دارم برای پسرم غذای مخصوص فوتبالیست‌ها رو درست می‌کنم، شامل روغن و مقداری هویج و سیب زمینی. الان در چه مرحله‌ای؟ الان دارم سرخ می‌کنم. این چیه؟ سسه؟ و سس رو اضافه می‌کنیم. حالا کلا سسش. بله. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که می‌ذاریم قشنگ بپزه، درش رو می‌ذاریم. برنج و اینا که فرصت می‌دیم. بعد برنجم می‌شوریم، می‌ذاریم می‌پزه. چقدر طول می‌کشه؟ شما بخورید. چقدر طول می‌کشه؟ کلن یه روپه آماده است؟ آه چه غذای راحتی، یه روپه آماده میشه. خب اطلاعات غذا رو هم به شما بگم. کتلت یوری، غذای ژاپنی که از کتلت گوشت خوک تشکیل شده که میگه در یک بشقاب بزرگ سرو میشه با قاشق و چنگال. قاشق و چنگال ای؟ پس دیگه کاردک چیز نمیخواد. پس ایرانی ها هم میتونن بخورن راه. میگه آها از قبل باید این شنیسله بریده بریده شده باشه که زمانی که میاد روی میز سرو بشه دیگه کسی بخاطر همین از چاقو استفاده نکنه. اینو باید رعایت کنیم. ولی اونجا گوشت خوک، ما گوشت خوک چه استفاده نکردیم که آخه. بعد میگه چی؟ کتلت گوشت خوک رو میتوان با مرغ جایگزین کرد. پس با کار درستی انجام دادی. حالا کلا قیمت این غذایی که ما به دست آوردیم و حالا کلا یه پرس غذای سوباسا تقریبا توی ایران خودتون بخواید بخرید درست کنید میشه تقریبا 110 تومن 120 تومن. اما توی ژاپن طبق اون عکسی که اون آشپز ژاپنی واسه من فرستاده حدوداً 400 ین ژاپن میشه که اگه ین 40 تومانی در نظر بگیریم میشه چقدر آقای فیلمبردار به نظر شما؟ نه مثلا به نظر 20 تومن توف دستت میدن تو ژاپن 20000 تومن 16 میلیون تومن. 16 میلیون تومن واقعا فکر نمی‌کردم. مادر این غذا توی ژاپن 16 میلیون یه پرسش. بله نظر چیه؟ والا متعجبم که ما چقدر راحت توی ایران غذاها رو در دسترسمون هست و راحت درست می‌کنیم. مواد غذایی پر از خیر و نعمت تو دسترس ما هست، اما باورمون نمیشه که اینقدر جای دیگه مبلغ هست. تو ژاپن هم غذای سوباسا کوکرو سرو میشه، یعنی فقط ما درست نمیکنیم، این چیزیه که تو ژاپن هست واقعا. از خودم در نمیاد. به نظرت غذای کاکرو خوشمزه‌تر یا سوباسا؟ اصلا سوباسا رو میشناسی؟ کاکرو رو میشناسی؟ بله، کارتونی که همه پسر بچه‌ها علاقه داشتن پیگیری میکردن. خب غذای کدوم خوشمزه‌تره؟ باید چشید. نه نه و... من قبول ندارم. باید بگیم کدوم خوشمزه‌تره، کاکرو یا سوباسا؟ سوباسا. خب سس آماده شد، پس از نیم ساعت بالاخره سس آماده شد. خودش چه همونده شنیسل چه همونده خانم سراش؟ پس این دوتر 5 دقیقه اون بیره 15 دقیقه. گفتی یه رام شد نیم ساعت. تا زم بکشه بالاخره زم الان مشتری میره. نه یه مشتری باید صبرش رو زیاد کنه. نمیشه. خب غذای سوباسا آماده شد، اومدیم با هم دیگه تستش بکنیم. دقیقاً مثل همون عکسه شد که گفته بودیم اون آشپز ژاپنی بهمون گفته بود و یه میکسی فکر کنم بین واویشگاه و شنیسل قالی، یعنی این دوتا رو قاطی کنیم میشه غذای سوباسا. نمیدونم این ژاپنی همش سوپ میخوره، این پلو چی میگه؟ حالا میخوایم تست کنیم تا 10 بهش نمره بدیم. من و داداشم مامانم بعد با هم دیگه تست کنیم. الان یعنی فکر کنم بعد این شنیسل رو با این برداری، بعد یه ذره از این سوسه بذاری کنارش اینجوری با هم دیگه بذاری و بخوری. خیلی خوبه. شنیسل خالی که اصلا جلوی چین این سوسش خیلی خوشمزه‌اش کرده. شما صحبتتون رو بکنید تا من بسه قضا رو بخورم. عالیه. من از این به بعد دیگه از اینا میخوام. از یک دو تا چون نمیدونم غذای کاکرو چیه به این 9 میدم. حالا نوبت شماست. حس کن ببینم که چی میگی. یه
نسبت به اون شنیسلی که خوردی و برنج چطوریه؟ 9 از 10 میگیری یا 10 از 10؟ 9 از 10. 9 از 10 من واسه اون کاکروئه که مثلا بگی شاید من 10 از 10 بگیرم. یکم دیگه من بخورم. نه شک. مطمئن بشم. من نمیدونم چرا تو این کارتون سوواسا یک بار نشد سوواسا بره واسه خونه چیزی بخره. فقط دنبال عموش داشت راه میرفت. اون عموی ناکس. مادر بخور ببینم تو میگفتی غذای سوواسا خوشمزه سره به این چه نمره‌ای میدی؟ چش بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعا این شنیسلیه که اگه میرفت توی ژاپن از اون 400 ینه 16 میلیونه میشد 20 میلیون. چی بود مزخرف درست کرده بودن؟ ما انشالله میخوریم نتیجش هم حتما خوبه. اونم ژاپنی ها مگه برنج دارن فقط سوپ میخورن؟ چه نمره ای بهش میدی؟ از 10 چه نمره ای بهش میدی؟ چطوریه؟ عالیه. تو چطوریه؟ از 10 چند میدی؟ از 10 بهش چند میدی؟ از 10 10 دو تا 9 تا 18 تا با اون 10 تایی که مادر داد 28 از 30. دیگه من اینا درست میکنم براتون کنم. سوباسا 10 دادی به کاکرو پس میخوای چند بدی؟ نه این آخه واقعا اومده کاکرو از سوباسا بهتر بود. خب نخوره ولی بالاخره نمرهشو میگیره. اون میخوای 11 بدی؟ آره نمیشه. سوباسای اگه جدید هستین حتما سابسکرایب کنید و دکمه لایک ویدیو رو بزنید. میریم سراغ غذای کاکرو. غذای کاکرو اسمش کوجیرو اگه اشتباه نکنم اون سرآشپز ژاپنی واسه من فرستاده بود. یه مقداری بیکن گوشت می‌خواست که ما حالا کالباس خشک گرفتیم، یه مقداری ذرت، یه مقداری هم سبزی یا حالا کلا سبزیجات و اینا که گرفتیم و یه مقداری هم سیب زمینی. غذای کاکرو کلا اینجوریه که یه حالت پوره سیب زمینی طور داره که توی اون یه مقدار کالباس خشک ریخته میشه و زیرش اسفناج و ذرت میاد. و حالا قیمت اینم تقریبا مثل قیمت سوباسا مون تا یه مقدار مثلا 10000 تومان شاید 10000 تومان خیلی 20000 تومان ارزون تر مثلا شما اگه مصرف 20 تومانه 10000 تومان. قیمت این غذا در ژاپن 270 ینه با ین 40000 تومانی مقدار شما چقدر میشه؟ که اون 16 میلیون بوده این میشه مثلا 10. این 200 درست گفتید. درود در تو. این غذا 10 میلیون تو ژاپن. یعنی بخوای یه پورتشو سفارش بدی اینقدر کلا واسه پوره سیب زمینی میذاره میشه 10 میلیون. آقای فیلمبردار. حالا به نظر شما این غذا امکان داره از غذای سوباسا خوشمزه تر باشه یا نه؟ من میگم چون این شبیه سالاد اولیویه است شاید خوشمزه تر باشه. این هم نظری است. خب دوستان، ذرت کاکرو آماده است، کالباساش هم آماده است. الان داره پوره سیب زمینیش هم آماده میشه. دیگه کارهای آخرشه. دیگه چی میمونه؟ دیگه میمونه سبزیش که سبزی هم آماده است. کاکرو دیگه بنده خدا چیزی نداره. این اصلا ذرت تره به خودش میتونه درست کنه. این مجردی از نظر. این داره الان پوره میشه. خانم سرآشپز. بله. چقدر طول میکشه پوره کامل بشه؟ دقیقاً آخرش. این همین چیزی که من میبینم یه مقداری مونده. کاملا پخته است و الان باید این کوبیده بشه، نم روغن بشه اضافه بشه، بعد آماده است. دقیقا همینه. به ما گفت یک ربع نیم ساعت طول کشید. من نمیدونم چرا اینجوری داره میشه. خب میریم سراغ غذای کاکرو. غذای مناطق محروم کاکرو میخوایم ببینیم که این چطوریه. فقط چیز قشنگی که این داره اون مرغش سوخاری بود. این سوخاری نیست، یه مقدار شبیه سالاد اولیویه است مونتا سس اینا نداره. این غذای سالم‌تریه نسبت به اون کاکرو. من حواسم بهش هست. خب ببینم که واقعا این بعد الان این چجوری. اینو بعد با سبزی خورد درست آقای فیلمبردار؟ یه تیکه سبزی و همه چی باید تو لقمت باشه. نه خب دیگه اون سبزی دو واقعا مزخرفه. چی آقا اون خدا بگیری 10 از 10 اصلا ندارم عوض میکنم به اون 10 میدم. این چی؟ به این چی چم به زور میدم؟ این اصلا مزخرفه. خدا اصلا مفت نمیارزه. یعنی شما اصلا رفتین ژاپن اونو بگیرین بخوره اینو بندازین دور، اصلا به این پول ندین 10 میلیون. پس من 6 از 10 میدم. حالا نوبت شما. ببینم که چیکار میکنین دیگه. واقعا انتظار دارم که نمره پایینی بدی به کاکرو. این یک نظریه کم طرفدار هست، میگه اونایی که سوباسا رو دوست دارن طرفدار مسی ان، اونایی که کاکرو رو دوست دارن طرفدار رونالدو ان. ولی من از اون کسایی بودم که سوباسا رو دوست داشتم و طرفدار رونالدو بودم. نمیدونم کدوم احمق این نظریه رو داره. چند میدی شما بهش؟ بخورم؟ نه دوستم بخورم. از شکل و ظاهرش رو شما نگاه بکنی اصلا این حالت این حالت یکم سالاد تور داره. همون دیگه. ولی افتضاح نیستش. خب از اون ولی نمرش 100 درصد از 10 من میخوام بدم 6 میدم واقعا. همون دو تا آره 6 میدم. ولی غذا نیست که، این حالت سالاده. مثل اولیویه. رو احمق بوده اینا. خیلی باش حال نکردم ولی خب در مدل خودش خوشمزه است. 6 6 6 یا 5
آره. بده بعدی. من ندارم از جگاه پنج میدم. این شیش نمیخوره. میریم سراغ مادر ببینیم که مادر چی میگه. مادر همیشه نمرات بالا. الان میگه 10 میدم. نگاه کن شما. بخورم برم چی میشه. البته غذا دیگه. من هم در حد هم 5-6 بیشتر نمیدم. افتضاح. نمیشه از این نمره نمیگیره. واقعا. ولی چون ما کاکرو رو دوست داریم دیدین که من گفتم از اولش هم 10 چون از شکل غذا متوجه میشم. ولی حالا نمرات رو دادیم، کاکرو در اینجا بازنده شد با این نمرات، ولی سوباسا هیچ وقت مادرش کمک نمیکرد بره خرید بکنه، ولی کاکرو میرم کار میکرد واسه خانواده. برنده دیدار کاکرو خواهد بود. اگه از این ویدیوی غذا خوشتون اومد، غذای رونالدو و مسی هم تست کردیم، حتما این دو تا ویدیو هم ببینید توش هست. من داداشم داره دوباره اینا میخوره، نظرش کلا عوض شد. آقا این غذای کاکرو رو تو رو قرآن نخورید، خیلی بد مزه است. میدم برمی برگم اصلا. ما اینو نخورید. این 3 اصلا 2